درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که فرصت در اختیار من میذاره که بتونم خدمت شما همراه با مهمانان عزیزی که دعوت میکنم برای این برنامه مطالب روز و تحلیل مسائل روز و خدمتون ارائه بدم. از جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان هم سپاسگزارم که منو همکاری میکنن، راهنمایی میکنن برای این برنامه. امروز مهمان عزیزی رو دارم که چندین بار در خدمتشون در این برنامه بودیم و با مشغولیاتی که ایشون دارن گرفتنشون خیلی مشکله و من سه بار از ایشون درخواست کرده بودم ولی هر سه بار با برنامه هایی که ایشون داشتن نمیخورد، با برنامه اینجا نمیخورد. بالاخره امروز تونستم که در خدمت چون بودم. بدون اینکه بخوام وقتی تلف بکنم میریم به استودیو و خدمت دکتر کنگلو درود دارم، خوش آمد میگم. خوش آمدین دکتر کنگلو، خوشحالم خدمتتون هستم. درود بر شما جناب افشین جان، منم خوشحالم که با شما باشم و با پوزش از اینی که دوباره قبل امکان نداشت که حضور شما باشیم. بله نه من میدونم چون با شما رو همطور مثل بقیه دوستان فالو میکنم میدونم که چقدر مشغول هستیم. دکتر کنگلو، این روزای بسیار سختی هست برای همه ما، اتفاقاتی که در ایران میفته و میدونم که شما بسیار فعال هستین و دنبال میکنین. قبل از اینکه برنامه شروع بشه من از شما خواهش کردم که اگر سوژه هست که بخواهید که مطرح بکنید و یه سوژه خیلی عالی اضافه کردیم به نکاتی که من خودم یادداشت کردم و اون اینکه توانمندی مردم چگونه باشه و ناتوان کردن و ضعیف کردن جمهوری اسلامی رو چگونه ما رقم بزنیم و بتونیم که راجبش بحث بکنیم و بنابراین گویانه خدمت شماست و این سوژه هم که خودتون اهمیت دید که واقعا هم درست هست بفرمین که من و بینندگان عزیزمون آشنا بشن با نظرات شما راجع به این موضوع. بله ما خودمون توی فارسی میگیم توانا بود هر که دانا بود، توی امریکایی هم همینو میگن knowledge is power. بنابراین ما هر کاری رو که میخوایم بکنیم به هر کسی که میخوایم استفاده برسونیم برای هر کی میخوایم مفید واقع بشیم، من فکر کنم باید در رابطه با اون موضوعی که میخوایم به اون آدم، به اون مجموعه، به اون کشور، به اون دانشگاه، به اون فرد میخوایم استفاده برسونیم باید به اندازه کافی دانش داشته باشیم که بتونیم مفید واقع بشیم. یکی از چیزهایی که در رابطه با ایرانیان خارج از کشور در ظرف 43 سال قبل از، یعنی تا دو ماه و نیم پیش، تا قبل از اینی که ناگهان اعتراضات مردم ایران در سراسر دنیا هم داخل کشور و هم در سراسر دنیا یه هم میلیونی بشه، من برای مدت زیادی در حیرت بودم که چطور ایرانی ها میتونن با این ظلم و جور و چپاول ثروتی که جمهوری اسلامی داره از کشورشون و از هر سو نسلشون داره انجام میده ساکت نشستن. خیابونا شلوغ، مردم آجیل میخرن، مغازه میرن، مسابقه فوتبال میرن، مهمونی میدن و این چیزا و چطور نمیبینن که واقعا خانه از پای بست ویران است؟ چطور میتونه خواجه در فکر نقش ایوان باشه موقعی که خانه در آتشه؟ یه بخبری هم راست شوخای منو مایوس کرده بود این عدم توجه مردم و در صدر توجهاتشون قرار دادن مسئله هویت حکومت و ضرباتی که به کشور ما میزد، ولی ناگهان در دو ماه و نیم گذشته دیدیم که واقعا این یک تلمبار شدن این ظلم و جوری که جمهوری اسلامی به مردم ایران روا داشته بود، مردم ایران رو آنچنان در ظرف این 43 سال گذشته وارد یه دانشگاهی کرده، درست مثل یک دانشگاه زندگی، دانشگاه جمهوری اسلامی، که راست شوخای من فکر نمی کردم که ملت ایران بتونن ناگهان میلیونی به بازار بیان و شعارهایی برای ایجاد همبستگی بین خودشون بر علیه جمهوری اسلامی درست بکنن که این شعارها واقعا نشان دهنده اینه که جامعه ما وارد مدرنیته داره میشه.
شعارهایی هست که هیچ سنخیتی با شعارهای انقلاب 57 نداره، شعارهایی هست که هیچ نشانه‌ای و هیچ نشانی از اون تفکرات غالب مذهبی و تفکرات چپ مارکسیستی دهه 40 و 50 ایران نداره و نشون دهنده این هست که ملت ایران خودشون در این کارستان مبارزه با جمهوری اسلامی این شعار رو پیدا کردن، راه خودشون رو برای مبارزه پیدا کردن. بعد از اون ما یک مشاهده کردیم اتفاقاتی رو که در خارج از کشور افتاد، تظاهرات 120 هزار نفری برلین، تظاهرات 50 هزار نفری تورنتو و بعد از اون تمام تقریبا میشه گفت تمام شهرهای عمده کشورهای آزاد دنیا تظاهرات چند ده هزار نفری داشتن که خود اینم واقعا چیز پدیده حیرت انگیزی بود. بنابراین ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان داخل کشور که کاملا معلومه امروز روز 15 آذره، دیروز 14 آذر بود، این کمپین سه روزه 14 و 15 و 16 آذر رو داریم میبینیم که در 80-85 شهر ایران تماما شات داون شده، کاملا بسته شده، قفل شده شهر و ما در مهاباد و سنندج می‌دیدیم که نیروهای سرکوبگر آمدن به بازار و توی خیابان‌های خالی به مغازه‌داران التماس می‌کردن که مغازه‌هاشون رو واکنن. بنابراین موازنه قدرت به هم خورده در درون کشور و مبارزین داخل کشور دارن به راه درستی میرن. حالا ما در خارج از کشور چه کار می‌تونیم بکنیم؟ البته چند نمونه دیدیم، همون تظاهرات چندین ده هزار نفری که اتفاق افتاده در شهرهای مختلف دنیا. شما دوستان ایرانیان واقعا مبارز در کانادا کاری کردید، کارستان یعنی به سطح عالی ترین مقام اجرایی کشورتون به جاستین ترودو دسترسی دارین، جاستین ترودو توی تظاهرات ایرانیان خارج از کشور میاد و با اونا همدردی میکنه و نه تنها فقط توی تظاهراتتون میاد بلکه اقدامات مشخص میکنه، گذاشتن 10,000 نفر از اعضای سپاه پاسداران روی لیست تروریستی و واقعا اون نوعی که نخست وزیر کانادا داره مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی رو تقریبا میشه گفت که در دنیای غرب داره رهبری میکنه. ایرانیان توی آلمان واقعا کارهای درخشانی کردن، شاید ایرانی ها بیشترشون نمیدونستن که در ظرف 40 سال گذشته مشاور عالی وزارت خارجه آلمان در مورد امور ایران نوه خمینی بوده، یه آدمی به اسم عدنان طباطبایی که یک اندیشکده ای رو به خرج ملت ایران درست کرده، پسر سعادت طباطبایی و نوه دختری خمینی که این همچین آدمی، کسی که چطور میتونه یه کسی که وصل به خاندان خمینی، کسی که واقعا بانی و باعث بیچارگی ایرانی ها هست بخواد به طرف مذاکره کشور آلمان بشه در امور اتخاذ سیاست در قبال جمهوری اسلامی؟ آیا آلمان کشوری به این پیشرفتگی در تمام زمینه‌ها اطلاع نداشتن که درون ملت ایران یه خطکشی بسیار پررنگی بین ملت، مبارزات ملت و جمهوری اسلامی وجود داره؟ این در حقیقت از کمکاری ما بود، از کمکاری ایرانیان توی آلمان بود، از کمکاری ایرانیان توی فرانسه بود، از کمکاری ایرانیان توی اروپا بود و همون چیزی که گفتم تا دو ماه و نیم قبل من توقعش رو داشتم، یعنی ایرانیان فوج به مبارزه نپیوندن. ولی همونطوری که مطالبات در دل ملت ایران در داخل کشور رو هم تلمبار شد و قتل مهسا اون پرکاهی بود که کمر شتر رو شکست، کمر ملت رو شکست، در خارج از کشور هم همینطور بود. مثل اینکه این تنفر از رژیم، این شرمساری از اینی که ملت ایران به این شکل در سپهر همگانی، در صحنه های جهانی به این شکل نمایندگی می شدن به وسیله این دایناسورهایی که اسمشون مقامات جمهوری اسلامی هست، این غم و اندوه و یأس و این واقعا ناراحتی از اینی که این حکومت ملت ایران رو نمایندگی می کرد، اینا در دل ایرانیان خارج از کشور هم تلمبار شد تا اینی که ناگهان در دو ماه و نیم گذشته منفجر شد. و حالا پرسش شما رو من میخوام به این شکل پاسخ بدم که از اینجا به بعد ما چه کار میتونیم بکنیم. خیلی کارهای دیگه هست که میشه کرد مشخص، یک دو سه، من حالا چون ما در خارج از کشور هستیم داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، من کارهایی که ایرانیان خارج از کشور میتونن بکنن رو میگم و این کارها رو میتونم حدس بزنم، تخمین بزنم که
اگر این کار انجام بشه چه نوع چه صدمه‌ای به جمهوری اسلامی می‌خوره، اگه اون یکی کار انجام بشه چه صدمه‌ای به جمهوری اسلامی می‌خوره. من اینجا متوقف میشم تا اینکه شما اگر سوالی در مورد چیزایی که گفتم دارین بگین تا من وارد اقدامات مشخص بشم. من در پیرو صحبت‌های شما کاملا موافقم. در ضمن اضافه بکنم به عنوان مثال، همین مثالی که شما زدین راجع به آلمان، هفته پیش قرار بود که آقای عبداللهیان بره به ایتالیا و انقدر مردم ایتالیا و ایرانیان مقیم ایتالیا و کشورهای دیگه در جوار ایتالیا انقدر نامه نگاری کردن، ایمیل کردن، اعتراضات کردن، دولت ایتالیا دعوت که پس گرفت از حضور آقای عبداللهیان، پوزش خواست و آقای عبداللهیان نرفت و وزارت خارجه اعلام کرد که یک کار مهمی برای آقای عبداللهیان پیش اومده و نمیتونه بره. میخوام بگم که تغییر نگاه اروپا، اتحادیه اروپا در این همین در این 3 ماه گذشته بسیار زیاد بود و این یک قسمتش رو من میذارم به اون تظاهراتی که شما در آغاز صحبتتون گفتین که حدود 120 هزار تا در برلین اومدن و 50 هزار تا در اینجا و در شهرهای مختلف کانادا، در ونکوور حدود 20-25 هزار تا، همینطور در آمریکا بسیار اومدن، حتی استرالیا. من یک شهرهای یک کشورهایی رو دیدم تظاهرات بوده که اصلا فکر نمی کردم که تعداد این همه تعداد در اون کشورهایی که شناخته شده برای مهاجرت ایرانیا باشه نبوده. بنابراین این واقعا یک که گفتم بلسینگ. دیروز یا امروز من شنیدم که آقای رئیس جمهور باطل قرار بود به دانشگاه سخنرانی بکنه و معاونش در قسمت زنان خانم خزعلی که خواهر آقای مهدی خزعلی هست، ایشون هم قرار بود بره برای خانم های سخنرانی بکنه در یکی از این دانشگاه ها، به خاطر اینکه مردم دانشجو اعتراض زیادی کرده بودن هر دو سخنرانی ها کنسل شد. یعنی به خاطر کارهای امنیتی از گفتن که دیگه اینا نمیخوان برن و نمیتونن برن و برای اینکه ممکنه جانشون در خطر بشه. و ما داریم یواش یواش روز به روز به یک مثل یک باریکه‌ای که ما داریم میریم، این باریکه داره کم کم و کم کم داره تنگتر میشه تا اینکه برسه به یک نقطه کور در حقیقت. و این تاییدیه فرمایش شماه. بفرمایید خواهش. برای در این 2 ماه نیم گذشته ما به یک خودباوری رسیدیم. این خودباوریمون قابلیت انجام کار داره و ما باید آگاهی رسانی بکنیم از دستاوردهایی که انجام شده. شما به طور کلی در زندگی باید قادر باشین از داشته های خودتون، از دارایی های خودتون باید یه لیست مشخصی داشته باشین و برای این دارایی ها آگاهی داشته باشین. برای اینکه اگر شما از دارایی های خودتون، حالا من دارایی که میگم الزاماً پول رو نمیگم، انواع و اقسام اون چیزی که فضیلت های شما هم یه دارایی، توانایی های شما دارایی، خانواده شما یه دارایی، ملیت شما یک دارایی، سطح سواد شما یک دارایی، اگر از دارایی هایی که دارین غافل بشین و لیست این دارایی ها از یاد شما بره به خاطر گیر کردن در گرداب روزمرگی زندگی، اون وقت تنها چیزی که توی ذهن شما میمونه اون چیزهایی هست که ندارین. و اگر شما تنها لیستی که جلوی ذهن شما هست همواره روز بعد از روز بعد از روز در زندگیتون، اگر فقط نادارایی هاتون یا کمبود هاتون یا فقرتون، بر صورت ما هممون در یک زمینه های غنی هستیم، در یک زمینه های فقیر هستیم. من در زمینه زبان چینی، ادبیات چینی بسیار فقیرم. بنابراین این داشتن آگاهی از دانسته های خودمون و داشته های خودمون بسیار مهمه و برای اینکه برای ما کاملا روشن میکنه چی داریم و چی نداریم و مقایسه لیست چه داریم و چه نداریم به ما میگه که
و اگر یک اعتقاد راسخی داشته باشیم، یک درک صحیح از توانایی خودمون داشته باشیم، اون وقت می‌بینیم که کدوم قسمت از چیزایی که نداریم ارزش تخصیص انرژی و امکانات منو داره که من بتونم برم پشتش انجام بدم. به عنوان یک ملت هم ما همینجوری هستیم. ما واقعا فکر میکنم تا 2 ماه پیش ایرانی‌ها نمیدونستن که قابلیت انجام این همه کار دارن. حالا بذارید من یه قسمتی از لیست دستاوردهای همین مبارزات ایرانیان خارج از کشور رو در 2 ماه گذشته برای شما بگم. در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی یک بازوی اجرایی خارج از کشور داره، نه فقط یک بازو، چندین بازو داره. اون بازوی اجراییش داخل امریکا یک سازمانی هست به اسم نایاک یا National Iranian American Council که به وسیله شخصی به نام تریتا پارسی بنیانگذاری شد و این در ظرف 20 سال گذشته حداقل میشه گفت که همون کاری که آقای عدنان طباطبایی در آلمان برای وزارت خارجه آلمان انجام میداد، یعنی مشاوره میداد که در قبال جمهوری اسلامی چه سیاستهایی رو پیروی کنین، نایک هم در امریکا به وزارت خارجه امریکا و به کاخ سفید ادوایز میداد و مشاوره میداد که چه نوع سیاستهایی رو در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ بکنید و چه نوع سیاستهایی رو اتخاذ نکنید. و ما میبینیم که این پیشنهاد، اگر سیاستهایی که امریکا و آلمان، حالا من فقط 2 کشور دارم میگم، تقریبا شما میتونید حدس بزنید که در تمام کشورهایی که سیاستشون در قبال جمهوری اسلامی مهمه، همین آش و همین کاسه بوده. در ایتالیا، در فرانسه، در انگلستان، در اسپانیا و در آلمان که 100% همینطوره. بعد ما مبارزات ایرانیان خارج از کشور همین که به میدان آمدن در ظرف 2 ماه گذشته باعث شد که اولا نایک بی‌آبرو شد. آنچنان در مقابل ملت ایران و آنچنان در مقابل رادیو تلویزیون ها و دوربین های جهان بی‌آبرو شده که الان واقعا در موضع تدافعی قرار گرفته. در قبالش سازمان های ایرانی هستن به اسم National Union for Defense of Democracy که نفتی اسمش هست، مخففش نفتیه و در واشنگتن دی سی فعالیت میکنه و یک سازمان طرفدار دموکراسی، دفاع از دموکراسی اسمش روش هست. و این سازمان در 20 سال گذشته بسیار ضعیفتر از نایک عمل کرده بود. الان و کفه های ترازو به نفع سازمان های طرفدار حقوق بشر، طرفدار دموکراسی در ایران برهم خورده و ما شاهد فعالیت هایی که هستیم که در واشنگتن دی سی، در کنفرانس ها، در فعالیت های دیگه، در زمینه های کارگاه ها و گالری ها که الان نفتی به اونجا دعوت میشه برای که ایران رو نمایندگی بکنه به جای اینکه نایک دعوت بشه. در کانادایی که شما تشریف دارین هم دیدیم دیگه، مثلا در کنفرانس هالیفاکس دختر خانم شما، خانم نازنین افشینجم، که واقعا یک افشاگری قوغا کرد در مورد افشاگری که از اون خانومی که از ایشون سوال کرد در مورد اینی که اگر سفرای ایرانی خارج از کشور رو اخراج بکنن و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها سفرهای خودشون از ایران هم فرا بخونن، اون وقت اون البته ایشون داشت اشک تمساح می‌رسید که در اون صورت دیگه جمهوری اسلامی هر کاری دلش می‌خواد بکنه و ما از در غرب دیگه زمینه و اهرم‌های اعمال نفوذ به جمهوری اسلامی رو نداریم، که واقعاً یک سفسطه خیانت‌آمیزه. و خانم افشینجم هم به خوبی واقعاً مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان کوبید و ایشون رو افشاش کرد و یک مورد دیگه از این اتفاق درفته. بنابراین مواردی از این قبیل، از قبیل کنفرانس هالیفاکس، از قبیل فعالیت‌هایی که توی واشنگتن دی سی، فعالیت‌های نیابتی و فعالیت‌های لابیی که انجام میشه، فعالیتی که در فرانسه داره انجام میشه، ما در ستاد تشکیل دولت در تبعید با دولت فرانسه، با پارلمان فرانسه در تماسیم. دیگران همین کارا رو میکنن، شورای مدیریت گذار این کار همین کارا رو میکنه و تمام اینا نشون دهنده سرزندگی جامعه مدنی ایرانیان خارج از کشور است. و دوباره من برمیگردم به همون مقدمه که در ابتدای پرسش به پاسخ دوم شما گفتم و اون اینه که ما باید از دارایی های خودمون مطلع باشیم، از اون چیزایی هم که دلمون میخواد داشته باشیم و نداریم مطلع باشیم و هرچه بیشتر انرژیمون رو به طرف اون اهدافی که و اون چیزایی که نداریم تخصیصش بدیم. و می‌دونیم که این مدل بسیار ساده باعث شده که ما واقعا جامعه ایرانی خارج از کشور در ظرف 2 ماه گذشته بیشتر از 43 سال گذشته توانمند بشه. ما باید توانمندیمون رو به وسیله حضور در تمام صحنه‌هایی که اسم ایران مطرحه،
در تمام صحنه هایی که در تمام اتاق های دربسته ای که بعد درباره ایران تصمیم گیری میشه. حضور خانم نازنین بنیادی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد واقعا یک عمل درخشان بود. دعوت اون 4 تا خانم ایرانی به کاخ الیزه و رئیس جمهور فرانسه، اینا جناب افشین جان، اینا تازه از اوایل سحر است. ما هنوز مونده که تمام انرژی و تخصصی که داریم در خارج از کشور رو بیاریمش به صحنه و اجازه ندیم که هیچ جایی تصمیمی در ایران گرفته بشه، درباره ایران گرفته بشه بدون اینکه عاشقان ایران اونجا حضور داشته باشن و منافع ایران رو نمایندگی بکنن. بله، راجب اون هالیفاکس اشاره کردین، اگر مهندس فرزاد اون ویدیو رو داره برای کسانی که ندیدند در مرتبه پخش بشه. و یک ویدیو دیگه هم هست، هفته پیش بود دکتر کنگلو که در نیویورک بود، اونو اگر که آقای مهندس فرزاد اونم پخش بکنن که شما هم احتمالاً ببینین اگر ندیده باشین. خواهش میکنم آقای فرزاد. We need our global media to keep their eyes on Iran. We need our global decision makers to keep their eyes on Iran. We need not to succumb to the despair or disinterest that often follows a surge of attention. With the commitment of Iranians who are sacrificing their life, risking being literally blinded by regime bullets and experiencing rape as a weapon of suppression, along with the commitment of political will from the globe, we can see justice. It's only a matter of how soon. How many more Mahsa Aminis, Nikas, 10-year-old Kian Pirfalaks, and peaceful protesters being massacred in the Kurdish regions will it take for the world to not only see with their eyes, but act with their hearts? Woman, life, freedom. بله، این هفته پیش بود. بله، هفته پیش بود و تعدادی از هنرمندان اونجا بودن و این برنامه هنری که این خانم ها به نمایش گذاشتن تا اوایل فکر کنم تا 4 ژانویه هم ادامه پیدا بکنه. اونجا خانم هیلری کلینتون هم که در اون جمع بودن یک سخنرانی بسیار خوبی رو کردن و تاییدیه فرمایش شما، هر کدوم از این هموطنان ما در هر جای دنیا که هستن، این همین به قول معروف قطره قطره میتونه چه اثرات مهمی در جامعه جهانی بذاره و همین همینا هستن که در حقیقت آینده ایران رو میتونن بسازن. نمیدونم جناب مهندس فرزاد، اون ویدیوی نایاکی که دکتر کنگلو اشاره کردن دم دست، اگر دم دست پس بذارین، اگر نه میریم به مطالبی دیگه میرسیم. قاعدتا که ممکنه که چون فکر نمی کردیم که شما راجبش صحبت بکنیم، بنابراین صحبتی نکردیم. دکتر کنگلو، در مورد ناتوانی هایی که شما اشاره کردین برای ضعفی که ایجاد میکنه این صحبت ها در مورد رژیم، اونها کدوم ها هستند و چجوری میشه اینا رو تقویت کرد و به گفته شما؟ بله، هفته پیش جناب افشین جان، خانم اورزولا فاندرلاین رئیس اتحادیه اروپا یک مصاحبه کرد که شاید از نظر ایرانی ها به ایران هیچ ارتباطی نداشت. ایشون تو مصاحبهش گفتن که اتحادیه اروپا قصد داره و تصویب کرده که تمام منابع مالی دولت روسیه در بانک‌های اروپا رو که حدود 300 میلیارد دلار میشه، اینها رو همه رو که همشون مسدود شدن، فریز شدن، رو در اختیار دولت اوکراین قرار بده برای بازسازی اوکراین. حالا شما، ما از خودمون میتونیم بپرسیم که چطور میتونه اتحادیه اروپا منابع مسدود شده، منابع مالی مسدود شده دولت روسیه رو تخصیص بده به بازسازی اوکراین، و ما چرا نمیتونیم همین تقاضا رو از اتحادیه اروپا داشته باشیم که اتحادیه اروپا تمام دارایی‌های ایران رو
که به نام جمهوری اسلامی در حساب‌هایی که در کنترل جمهوری اسلامی بوده و الان به خاطر به استناد تخلف جمهوری اسلامی از JCPOA از برجام الان همشون مسدود شدن، چرا ما ایرانی‌ها تقاضای اینی که این منابع مالی در اختیار مبارزین داخل کشور قرار بگیره، در اختیار خانواده‌هایی که میخوان به این اعتصابات بپیوندن ولی نون هفته دیگه‌شون رو ندارن، نمیتونن تأمین معاش خانواده‌شون رو بکنن اگر یک هفته سر کار نرن، مخصوصا کارگران و کارمندان صنایع بنیادی مثل صنایع نفت، صنایع گاز، صنایع پتروشیمی، اینایی که ممر خون شریان جمهوری اسلامی در زیر دست این کارگرانه. ولی به قدری شرایط اقتصادی در کشور رو جمهوری اسلامی فجیع و لبه پرتگاهی کرده که این کارگران واقعا توانایی اینه که ندارن سر کار ندارن و ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم با یه تیر دو نشون بزنیم. بعضی از تیرهایی که ما میزنیم ممکنه، بعضی از اقداماتی که ما میکنیم ممکنه تنها به توانمندسازی مبارزین ختم بشه، بهشون کمک بکنه، ولی به ناتوانسازی جمهوری اسلامی نینجامه. این اقدام فشار وارد کردن روی اروپا برای تخصیص درآمدهای مسدود شده، حساب‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به مبارزین ایرانی، مبارزین راه دموکراسی هستن، اینا یه عده کسانی که در راه نمیدونم اسلام یا در راه ایدئولوژی کمونیسم یا در راه اتحاد جهانی طبقه کارگر یا تمام اون مبارزاتی که در دنیا انجام شده ولی بر علیه منافع دنیای غرب و دنیای دموکراسی بوده و برای اونها انجام نمیدن. هیچ کسی در دنیای آزاد نمیتونه انکار بکنه که انقلاب ملی 1401 ایرانیان مدرن‌ترین، دموکرات‌ترین و بر اساس تمام اصول لیبرال دموکراسی داره انجام میشه. این واقعیت رو ما اول باید خودمون درک بکنیم، دوم به تمام صحنه جهان ببریمش. بعد موقعی که میبریمش به صحنه های جهانی باید از رهبران جهان بخوایم که به ایشون اینجوری مسئله را ارائه بدیم که شما پشتیبانی شما از مبارزات ملت ایران، این یک واقعا یک فیوری برای ملت ایران نیست، بلکه دارین به منافع خودتون دارین خدمت میکنین، خدمتی در این حال که دارین خدمتی به منافع ملت ایران میکنین دارین خدمتی هم به منافع اقتصادی خودتون میکنین، برای اینکه روسیه به وسیله حمله‌ای که به اوکراین کرد در حقیقت و موضع درستی که اروپا در قبال روسیه گرفت به خاطر اینکه روسیه ظرف 20 سال گذشته خودش رو به عنوان تنها منبع قابل اعتماد تأمین انرژی اروپا جا زد به اروپایی‌ها و اروپایی‌ها البته این سعی صد رو نداشتن، این بصیرت رو نداشتن که بفهمن روسیه یک همچین ماهیتی نداره، به هر صورت به روسیه اجازه دادن که یه چیزی حدود 100% مثلا منابع انرژی به کشوری مثل اسلوواکیا رو، حدود 80% منابع انرژی آلمان رو، چندین درصد به تناسب مختلف کشورهای اروپایی رو به منابع انرژی خودش وابسته بکنه و بعد که دید که اروپایی اونقدر وابستن که نمیتونن قدم سفت و سخت و جدی برای علیه حمله اون به اوکراین بردارن، به اوکراین حمله کرد. حالا ما میتونیم به اوکراینیا بگیم که اگر شما بخواین برای روسیه یک جانشین قابل اطمینانی، یک کشوری که هم منابع دست نخورده انرژی داره، تنها کشوری که در دنیا منابع دست نخورده انرژی، منابعی که نفتش و گازش وارد بازارهای اقتصادی جهانی نشده و مقدار قابل ملاحظه‌ای نفت و گاز وارد معادلات انرژی دنیا نشده داره، ایرانه. بنابراین ایران تنها کشوریه که میتونه جایگزین روسیه بشه. بنابراین شما اگر به مبارزات ملت ایران کمک بکنین، ایران تا مثلا نوروز 1402 تبدیل به یک کشور دموکراتیک بشه که شما باهاش وارد مراودات تجاری و تکنولوژیک و نظامی و هسته‌ای و انرژی مختلف بشین، اون وقت ایران میتونه برای شما همون چیزی باشه که شما انتظار داشتین آلمان براتون بشه. بنابراین این اقداماتی که ما از شما میخوایم آنچنان اقدامات عجیب و غریبی نیستن، اقداماتی هستن کاملا قابل توجیه، هم برای ما، هم برای شما، هم برای اینی که شما در مقیاس جهانی همچی کاری بکنید. بنابراین ما میتونیم از خانم اتحادیه اروپا، خانم اورسولا فاندرلاین، فکر کنم تازگی هم جانشینش
خانم روبرتا متسلا شده که ایشون هم خیلی طرفدار مبارزین ملت ایران هستن، نسبت به زنهای ایرانی بسیار نطقهای قرایی ارائه کردن. بنابراین ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، فقط قسمت ما مونده، قسمت ما ایرانیان عادی، شهروندان عادی ایران که نه سیاست مداریم، نه نمیدونم میلیاردریم، نه هنرمندیم، نه سلبریتیم، نه اینفلوئنسریم، بلکه ایرانیان هستیم که به عشق ایران میخوایم آنچه که اون راههایی که وجود داره، یعنی واقعا در حیطه واقعیت وجود داره و میشه 1-2-3 در راش قدم برداشت و 1-2-3 در اندازه گرفت موفقیت و ضعف ما رو در این رابطه، میتونیم از این کارا انجام بدیم و به نظر من این یه کاریه که کاملا قابل انجامه اگه ما ایرانیان اروپا رو بسیج بکنیم. ما خودمون در ستاد تشکیل دولت در تبعید به سهم خودمون دوستانی که تو اروپا داریم رو ازشون خواستیم که مشخصا در با پارلمان فرانسه، دوستانی که در بروکسل داریم با پارلمان اروپا، دوستانی که در آلمان داریم با پارلمان و پارلمان تریستای توی آلمان، این مسئله رو مطرح بکنن و ببینیم که آیا جنبه های حقوقی وجود داره که ما میتونیم اون جنبه های حقوقی رو بیشتر بررسی بکنیم و بعد از یه موضع حقوقی کاملا قابل ارائه به سازمان های جهانی بخوایم که دولت‌های اروپا و مخصوصا اتحادیه اروپا در بروکسل این همچین اقدامی رو بکنه. بله، راجع به انرژی صحبت کردین دکتر، من داشتم یک مطالعه میکردم راجع به انرژی پارس جنوبی، اون منطقه مخزن بزرگترین میشه گفت گاز دنیا اونجا ذخایرش هست و بعد گفتی که میخوردم دکتر این بود که قراردادی رو اخیراً قطر یا امارات بستن با چین، قرارداد 20 یا 30 ساله مشخص نبوده هنوز، ولی امروزه برداشتی که از همون مخزن زیر دریا که برداشت میکنن 5 برابر اون چیزیست که ایران داره استخراج میکنه و امروز حتی اگر امروز تغییراتی انجام بشه، اگر امروز تغییراتی انجام بشه که ایران بتونه که استخراج بکنه گاز یا نفت، و تخمین زده میشه به رقمای نجومی برای اوورهال کردن این چاهای یا اون دکلهای نفت و گازی که باید انجام بدن که ممکنه 5 سال یا شاید در این حدود طول بکشه. ما میدونیم که قراردادهایی که قرار بود که جمهوری اسلامی با پاکستان ببنده اون به هم خورد، قرار بود که جمهوری اسلامی برای هندوستان گاز بفرسته اونم به هم خورد. یعنی من فکر میکنم که هر روزی که میگذره از عمر جمهوری اسلامی در این کشور، ضررهایی که به ما بچه های ما، نوه های ما میرسه اصلا غیر قابل اندازه گیریه. واقعا شما در اون آغاز صحبتتون گفتین که داشتین مایوس میشدین و نگران بودین و نگران هستین که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. وقتی که تک تک این مطالب آدم نگاه میکنه واقعا میگم سر آدم دود میکشه چه اتفاقاتی در این 43 سال اتفاق افتاده و تمومی هم نداره و اون تمومیش هم احتمالاً 100% با رفتن جمهوری اسلامی. و اگر شما گفتین راجب دوستان که در اروپا دارن کارهایی رو انجام میدن برای حالا این ائتلاف هست یا هر چی که میخوان اسمش بذاریم، الان این نزدیک به 3 ماه هست که این اپرایزینگ انقلابی که الان اتفاق افتاده، صحبت از ائتلاف هست، صحبت از همبستگی هست، صحبت از اتحاد هست، ولی هیچ کدومشون اتفاق نیفتاده. شما راجع به خانم علی نجات گفتین در کاخ الیزه بوده و دیگران کارهای مختلفی رو انجام میدن، خانم بنیادی رو اشاره کردیم، ولی باز هم یا مثلا من
خیلی اوپن شکایت کردم در همین برنامه برای بعضی از اسماش نمیبرم که چرا چه چیزی باعث میشه که این افرادی که شناخته شده هستند افرادی هستند که اینفلوئنسر هستند و این اینفلوئنسر به عنوان مثال اون 120 هزار تایی که در آلمان آمدن در برلین آمدن یا در کانادا یا جاهای دیگه اینا اینفلوئنسرها بودن که تونستن این کارا رو انجام بدن ولی آیا حاضر هستن یه تلفن رو بردارن بگن که همین نیم ساعت دیگه یه ساعت دیگه فردا پس فردا ما یک کانفرنس کال به هم داشته باشیم با این و اون و ایکس و یک صحبت رو کنیم و یک اعلامیه بدیم و این اعلامیه دادن فقط همون صحبتش میتونه چقدر کمک بکنه به داخل ایران و چقدر میتونه انرژی بده. من میخواستم شما در این رابطه اگر مطالبی دارین، نه اینکه اگر حتما دارین و اون کارهایی که شما دارین میکنین اضافه بکنید که بتونیم برای این شاید یه عده‌ای ما رو بشنون، شما رو بشنون و ما بتونیم کاری رو انجام بفرمایید. خواهش میکنم. البته من این رو شما بگم که من زبونم نمیچرخه که بر علیه هیچ کسی که داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه انتقادی بکنم یا پیشنهادی بهشون بدم. سعدی میگه هر کس به زبانی سخن از حمد تو گوید، بلبل به نواخوانی و قمری به ترانه. هر کس واقعا در وسعت فکری خودش، در وسع فکری خودش و در اون حدی که فکر میکنه توانایی داره، داره این کارا رو انجام میده. و شاید هم این چند صدایی، مثلا شما فرض کنید که شما وزیر خارجه کانادا هستید، الان با شما 10 تا گروه ایرانی تماس گرفتن، این 10 تا گروه ایرانی میان با شما صحبت میکنن، به شما در مورد جمهوری اسلامی میگن، بدیهاشو میگن و به شما پیشنهادات میدن. این گروه میره یه گروه دیگه میاد، اون گروه میره یه گروه دیگه میاد. حالا اگه این 10 تا گروه با هم دیگه ائتلاف بکنن، ما فقط یه گروه میره سراغ وزارت خارجه کانادا. من ترجیح میدم 10 تا گروه بره سراغ وزارت خارجه کانادا، برای اینکه مطمئنم تم گفتگوهاشون کم و بیش همون چیزه، جنایت های جمهوری اسلامی، ارائه مدرک در درباره جمهوری اسلامی و اینی که چرا باید دولت کانادا طرف مبارزین داخل کشور باشه. همین حالتی که الان در درون اپوزیسیون وجود داره، من این تعدد صدا رو به عنوان زنده بودن جامعه مدنی میدونم. در جامعه مدنی تک صدایی از بین میره، در جامعه مدنی آزاد تک صدایی از بین میره، ولی جمهوری اسلامی دیدیم که مثلا در می‌خواست یه جامعه مدنی درست بکنه که همه صداها رو می‌خواست به اسم اصلاح طلب و همه مخالفین خودش رو می‌خواست در درون اصلاح طلب تک صدایی بکنه. بنابراین من نه تنها از این تعدد اصوات موجود در صفوف اپوزیسیون نگران نیستم، بلکه این رو نشون دهنده زنده بودن این مبارزات میدونم. ولی تا اونجایی که خط قرمز من اینه که بر علیه همدیگه حرف نزنن، تمام انرژیشون رو، تمام پیکانهاشون رو، تمام تفنگها رو به سوی جمهوری اسلامی بگیرن. و به هیچ وجه بعضی وقتا دیدم واقعا با کمال تأسف باید بگم که مثلا بعضی از گفتگوهای توی رسانه ها بیشتر به صرف انتقاد از این گروه یا اون گروه میشه، به جای اینکه از موضع شخصی خودشون، از موضع گروه خودشون به انتقاد به جمهوری اسلامی بپردازن. حالا اگه من بخوام برگردم به اون تم اصلیمون که ناتوانی سازی جمهوری اسلامی هست، یه اقدام دیگه‌ای که میشه واقعا انجام داد این هست که یه خانومی، من در مورد این موضوع خیلی صحبت کردم، یه خانم هنرپیشه معروف آمریکایی هست به اسم جنیفر لارنس، که این خانم جنیفر لارنس بسیار بسیار فعاله، خیلی فعاله، با وجودی که بسیار جوانه، هر جایی که میکروفون پیدا میکنه در رابطه با نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی در اقصی نقاط دنیا صحبت میکنه. ایشون یه سخنرانی در مراسم اهدای جایزه خبرنگاران هالیوود یا The Hollywood Reporter Award سال 2017، در اون مراسم یه سخنرانی بسیار زیبایی کرده که من سخنرانیشو به زبان فارسی ترجمهش کردم و یه قسمتشو روی فیسبوک خودم هم گذاشتم، که توی اون سخنرانی میگه که، اگه بخوام خلاصش کنم، میگه که هر جایی که زنان و مردان در دنیا مورد اجحاف قرار میگیرن، هر جایی که زن و مردی وجود دارن، انسانی وجود داره که به خاطر عقایدش، به خاطر نژادش، به خاطر مذهبش، به خاطر جنسیتش مورد تعرض قرار میگیره، آنجا مرکز جهان است. در آن زمان و در آن مکان، اون شهر، اونجا باید مرکز جهان باشه. من به استناد این نطق خانم جنیفر لارنسی پیشنهاد دادم به دوستانم که ما باید اعلام کنیم ایران امروز مرکز جهان است.
واقعا ایران امروز مرکز جهان است. چرا؟ برای اینکه این شرایطی که این خانم تعریف میکنن و به درستی هم تعریف میکنن که واقعا وصف بسیار دقیقی از مرکز جهانه. برای اینکه اجسام کروی که مرکز جهان که میگه فقط مرکز نمیدونم نیم کره شمالی یا نیم کره جنوبی یا مرکز کره زمین هم نیست، مرکز جهان هستی. برای اینکه بی‌عدالتی اینقدر چیز مخربیه، انسان‌ها عالی‌ترین و تواناترین و قادرترین موجود درون طبیعت هستند و حس انسان‌ها، حس قابلیت زجری که در انسان وجود داره، انسان‌ها با وجود توانایی ذهنی که دارن بسیار شکننده و بسیار آسیب پذیرن. یک انسان حتی توانایی تحمل درد ناشی از سوختگی یک سیگار روشن رو نداره، ولی این انسان‌ها موقعی که به طور سیستماتیک مورد زجر و شکنجه قرار میگیرن، دنیا باید این درک رو داشته باشه که عالی ترین موجود طبیعت داره به وحشیانه ترین شکلی باش رفتار میشه و اینجا لازمه اینو داره، اینجا لیاقت اینو داره که تمام نورافکن‌های توجهات دنیا رو اونجا تابیده بشه. اگر ایران امروز هنوز مرکز جهان نشده به خاطر کمکاری ماست، ما باید این شعار رو شعار جهانی بکنیم. همونطوری که زن زندگی آزادی یک شعار جهانی شد، باید شعار ایران مرکز جهان هستم تبدیلش بکنیم به یک ترندی که توجه جهانیان رو جلب بکنه. و شاید هم مثلا یه روزگاری خود خانم جنیفر لارنس طلایه‌دار و پرچم‌دار مبارزه زنان ایرانی بشه و بتونه از این شهرتی که داره، ایشون یکی از معروف‌ترین هنرمندهاست. در سال گذشته فیلم های ایشون 6 میلیارد دلار فروش داشته. بنابراین واقعا یک قدرتی هست در زن اینفلوئنسرها و میتونه خیلی به کمک همیشون. حالا فقط من یه نمونه رو گفتم. در مورد واقعا مثال های بسیار زیادی میشه زن. بله. در همین رابطه یک ویدیو بود که زنان سوریه، نمیدونم که بله جناب برزاد دارن اونو برای ما بذارن، برای بینندگان بذارن، و نشون میده که اثراتی که زنهای ایرانی گذاشتن در، نمیدونم الان ویدیو هست یا نه، ولی شما حتما دیدین فرمودین. این نشون میده که افغانستان هم همینطور، افغان ها هم به طرفداری از زنان کشور ما آمدن و این نشون میده که چقدر اثرگذار بوده. و من فکر میکنم پس از اینکه جمهوری اسلامی سقوط بکنه، چه اثرات مثبتی نه تنها در خاورمیانه، در شمال آفریقا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و دیگر کشورهای خاور دور ممکنه داشته باشه. و این صحبت شما رو تایید میکنه. در یک ویدیوی 2 دقیقه هست، صدای هست خانم فاطمه سپهری رو اگر ممکنه با هم دیگه بشنویم. جناب با محمد خاتمی که در دوران ریاست جمهوریش قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد، یا با احمد نژاد که نظرت به نظر او خیلی نزدیک بود، یا حسن روحانی که صبح بیدار شد بنزین گرون شده و 1500 نفر رو کشت، یا با علی شمخانی که گفت به سرشون که میزنیم به شکم و سینه و پاشونم بزنیم، یا با سردار حاجی زاده ای که دستور داد هواپیمای مسافربری رو زدن، یا با سردار قالیبافی که مردم رو جوانا رو در کوی دانشگاه دانشجوها رو کشت. با کدوم یکی از اینها، با اینا میخوای کمیته حقیقت را حقیقت یا براه بندازی؟ سیل صبح خواهم راه بستن، هزاران سینه و سر را شکستن، ولی مردم گرفته دست در دست ز چنگ تیر آدم خواهر بستن. بنده رو 30 شهریور بازداشت کردن، 33 روز در اطلاعات بودم، در انفرادی 14 ساعت در بیمارستان امام رضا و ساعت 4 صبح 2 آبان تحویل زندان وکیل آباد دادن. از روزی که بازداشت شدم حقوقم رو خامنه ای قطع کرده. حقوق برادرم رو 6 ماه قبل از بازداشت در سال 98 قطع کردن. فکر کردن که ما از اون دوزاری های مثل خودشون هستیم. نه، ما می ایستیم تا جمهوری اسلامی بره و به اون موضوع
دیکتاتورایی که اسلحه‌های خامنه‌ای رو در دست گرفتن و مردم رو در کف خیابون دارن می‌کشن. تذکر میدم هر چه سریع‌تر بیاید به مردم بپیوندید که به زودی تمام میشه جمهوری اسلامی و شما رو در حضور ملت شما رو محاکمه می‌کنیم و باید پاسخ بدید. فاطمه سپهری آذر 1401. بله، این دیروز فکر کنم آمد، همطور که بینندگان عزیز ما میدونن خانم سپهری این دومین بار هست که در زندان هست. اولین بار همون زمانی بود که اون بیانیه 14 نفر را امضا کردن، حدود 8 ماه در زندان بود. برادرشون الان نزدیک به 3 ساله یا شاید هم بیشتر در زندان هستن. همسر ایشون در جنگ ایران عراق کشته شدن و دو تا دختر دارن ایشون که خودشون که محجبه هستن هیچ اصراری برای حجاب دختراشون اصراری ندارن و در حالی که خودشون قاری به اصطلاح ترجمه قرآن رو میکردن و تدریس قرآن رو میکردن بسیار انتقاد دارن از بعضی از آیات قرآن و این در حقیقت یکی از نمونه های زنهای ایران هست که برای جمهوری اسلامی به نظر من افرادی مثل خانم سپهری مثل یک آفتابی هست که میتابه به اون کشور، یعنی میتونه یک کسی با این مشخصات در اون کشور به همین راحتی و به همین شفافیت بتونه صحبت بکنه. بنابراین نمیدونم دکتر کنگلو اگر شما نکته راجع به این موضوع دارین بفرمایید. من راجع به این یکی از این خبرنگارهای نیویورک تایمز خانم فصیحی میخواستم دو کلمه با بینندگان عزیزمان صحبت بکنم. خواهش میکنم بفرمایید. خانم سپهری مطرح کردن این بود که در اشاره‌ای که به کمیته حقیقت یاب کردن، الان بازم به تلاش ملت ایران سازمان ملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل یک کمیته حقیقت یابی رو مأمور کرده که در مورد کشتار اخیر تحقیق بکنه. این کمیته از جمهوری اسلامی دعوت کرده که خواسته که به ایران بره و با قربانیان حوادث اخیر صحبت بکنه. جمهوری اسلامی هم به خاطر اینکه میدونه به ایران رفتن کمیته حقیقت‌یاب همان و افشا شدن بیشتر جنایت‌هاش همان، اعلام کرده که در اولین فرصت اعلام کرد که ما به کمیته حقیقت‌یاب اجازه ورود نمیدیم. ولی خب اینم به نفع ملت ایرانه، برای اینکه از روزی که این کمیته اعلام شده سیل مدارک و نامه‌ها و ایمیل ها به طرف این کمیته در سازمان ملل در جریانه و شما میتونید فرض بکنید که واقعا به چه شکلی تا در ظرف چند ماه بتونه یه مقدار زیادی شواهد و قرائن و اسناد رو به دست بیاره که بتونه جنایت جمهوری اسلامی رو به سطح جنایت بر علیه بشریت ارتقایش بده. و اگر این گزارش کمیته حقوق بشر به کمیته حقیقت یا به حقوق بشر به قدری فجیع باشه، اسنادش به قدری متقن باشه و قابل استناد باشه، میتونه پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل برده بشه و اگر پروندهش به شورای امنیت برده بشه بستگی داره، یک بار دیگه اینو میگم، بستگی داره که چقدر ما مردم در صحنه باشیم، چقدر فشار بیاریم به کمیته حقیقت یا فشار بیاریم به کمیته حقوق بشر سازمان ملل، فشار بیاریم به خود دفتر دبیرکل سازمان ملل، فشار بیاریم که این مسئله رو ببرن به شورای امنیت و موقعی که به شورای امنیت بردنش اقداماتی از قبیل اقداماتی که در قبال لیبی و قذافی کردن انجام بدن. برابر این امکان اینی که این هم یک مورد دیگه، یک تمویل دیگه، یک ابزار دیگه برای توانمندسازی مبارزین و ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی تبدیل بشه وجود داره و میبینیم که همه اینا بستگی به این که ما چقدر در مسیر کار و دانش داریم از این
اقداماتی که میتونه در سطح جهان انجام بشه، اون اقداماتی که انجام شده رو پیگیرش باشیم، اون اقداماتی که انجام نشده رو ابتکار شروعش رو داشته باشیم که بتونیم هر باری که یک همچین اتفاقی از قبیل کنفرانس هالیفاکس، اتفاقی از قبیل قطع رابطه وزارت خارجه آلمان با اندیشکده عدنان طباطبایی، اقدامی از قبیل اعلامیه‌ای که رئیس اتحادیه اروپا بر علیه اوکراین داده که ما شبیهش رو از جمهوری استعباری جمهوری اسلامی از اتحادیه بخوایم، اقداماتی از قبیل اقدامات ملاقات با رئیس جمهور فرانسه و اقداماتی از قبیل همین کمیته حرکت یا اینا، اقداماتی بود که 3 ماه پیش انجام نشده بود، در ظرف همین 2 ماه و نیم گذشته انجام شده و باید بیشتر انجام بشه، باید پیگیر اینا باشیم و میتونه واقعا سرنوشت علی خامنه ای رو به سرعت تبدیل به اون سرنوشتی بکنه که معمر القذافی دوچارش شد. بله، و اسامی که اشاره کردیم برای که وقت اونم تموم شد اضافه بکنم که خانومی به نام فصیحی هست که برای نیویورک تایمز می نویسه و ایشون از بینندگان عزیزی که میتونن یادداشتی بنویسن برای نیویورک تایمز بدونن که برای این روزنامه بنویسن که این خانم بایست هست، یعنی طرفداری از جمهوری اسلامی میکنه، یعنی باید یک روزنامه‌نگار باید بی‌طرف باشه، بنابراین مقاله‌ای که ایشون مینویسه به نفع جمهوری اسلامی هست و ما امیدواریم که خانم فصیحی به طرف مردم برگرده تا اینکه بخواد به طرف جمهوری اسلامی بشه. دکتر کنگلو بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردین، استفاده کردم و مطمئنم بینندگان عزیز ما هم از مطالب شما استفاده خواهند کرد. امیدوارم که در آینده نزدیکم باز هم بتونیم که شما رو در این برنامه داشته باشیم. به شما به درود میگم، سپاسگزارم و امیدوارم که باز هم شما رو ببینم. خیلی متشکرم و خیلی سپاس از دعوتتون.